سلام، من آیدم. به چالش 24 ساعت غذای رنگ خوش اومدین. یعنی نصف کامنت هایم بود 24 ساعت غذای رنگ بذار، 24 ساعت غذای رنگ بذار. بچه واقعا خوشحالم که اینقدر این چالش رو دوست دارین، چون خودم که عاشقشم. الانم واقعا کنجکاوم که بدونم چه رنگی در میاد، یعنی در واقع چه غذای خوشمزه دیگه باید بخورم. همونجوری که تو ویدیو قبلی گفتم، این سری قرار دو تا کامنت بخونم، کامنت ویدیو قبلی و قبلتر. عشقم یه ویدیو با مامانت یا خواهرت بگیر. چشم. کامنت بعدی، چالش 24 ساعت غذای رنگ بذار دیگه، خواهش میکنم. گذاشتم دیگه، مرسی که کامنت گذاشتین. به حساس ترین نقطه این چالش رسیدیم. رنگای این سری چیان؟ آبی و صورتی و بنفش و زرد و همینا دیگه. یعنی هیچ نظری راجع به هیچ کدومشون ندارم. ببینم کدومش در میاد. زرد. یعنی همه چی قرار موزی باشه امروز؟ نمیدونم چرا، ولی فقط موز اومد تو ذهنم الان. حالا بریم خرید ببینم اصلا چه آپشنایی دارم که از توشون خوشمزه ترین و متنوع تریناشو انتخاب کنم واسه امروز. بچه ها نوبت هم باشه، نوبت خرید کردنه. نمیدونم چرا تنها چیزی که از رنگ زرد تو ذهنم فقط موزه، انگار فقط موزه که زرده. یه چیزی هم یادم اومد، ذرت. به نظرم خیلی غذای خوبی میشه. به هر حال من آماده فیلم گرفتن و یواشکی از فروشگاهم دیگه بزن بریم. امروز فهمیدم همه چی تو دنیا زرده. نه خب بچه‌های عزیز، خریدامو کردم، فیلمام هم گرفتم، حالا بریم به سمت خونه. سلام استیج، پاشو ببینیم چه از اینام بگیرم. اینام زرده دیگه. این شما و این صبونه زرد قراری من. خامه عسل داریم و نون، موز داریم و آب پرتقال. همینقدر مفصل، همینقدر مفید. هر چیز خوشمزه زرد رنگی که میتونستم و الان دور خودم جمع کردم. قراره که دلی از عزو در بیارم. اما میخوام یه توضیح راجع به مینیونی که اینجاست بدم. میدونم خیلی وحشتناکه. روزی که اینو هدیه گرفته بودم یه دو سه تا سکته ریز قبلش زدم، بعد تشکر کردم. واقعا نمیدونم هدف سازنده عروسک چی بوده، چرا اومده با شخصیت و روح روان اونایی که مینیون دوست دارم بازی کردم. خواستم بذارم. من خیلی گشتم که یه لباس زرد گرمتر پیدا کنم، ولی پیدا نکردم، مجبور شدم همینو بپوشم. الان یکم سردمه، ولی ببینیم خام عسل چجوریه. جونم براتون بگه که فکر نمی کردم که رنگ زرد اینقدر چیزای خوشمزه باشه. الان که دارم فکر میکنم میگم کاش میشد من هر روز صبحونه زرد بخورم. زرده تخم مرغ هم میشه، خیلی خوب میشه. ولی خب من از شرایط الانم کاملا راضیم، یعنی اسم میکنم که همون بهتره که دارم همینا رو بخورم، چون خیلی داره فاز میده. بچه ها اولین باری که من خامه عسل خوردم تو سرین اردبیل بود، بعد خامه بز بود. قبلش فکر میکردم خیلی طعم خوبی نداشته باشه، بعد که خوردم دیدم فوق‌العاده است، یعنی کاملا چرب و بی نهایت خوشمزه. آخش، واقعا آخش. بچه ها صبونه زرد واقعا یکی از خوشمزه ترین صبونه هاییه که خوردم. پرفکت. بازم امتحانش میکنم. انرژی گرفتم چه جور. میدونم که کنجکاوین بدونین نهار قرار چی بخورم. شادم کنجکاو نباشین، ولی خودم خیلی خوشحالم، چون میدونم قرار چیز خوشمزه‌ای بخورم. بریم. این از نهار زردم بوی امروزم. جوجه کباب داریم و سیب زمینی سرخ شده، در کنارش نون و لیمو ترش. همیشه کباب همراه منه دیگه. البته همیشه همیشه که نه، یکیش که تو همون اولین چالش 24 ساعت هم بود که رنگ قهوه‌ای در اومده بود، یکم امروز دیگه همین. اینجوری لیمون میچکونیم روی جوجه کبابا، قشنگ زعفرونیه. میذاریم تو نون، اینجوری لقمش میکنیم، میزنیم بر بدن.
دقت داری لیمو ترش هم مثل روغن زیتون تو هر غذایی باشه خوشمزش میکنه؟ من با این که کباب غذای مورد علاقمه، ولی اگه بخوام اولویت بندی کنم بین مدل مختلف کباب، اصلا بین چنجه و کوبیده و شیشلیک و کباب ترش و جوجه کباب و اینا، بین همهشون جوجه کباب پایین ترین لول رو داره نسبت بقیه. نمیدونم شما کباب مورد علاقتون چیه، ولی تو کامنت ها بهم بگین، برام بنویسید که کدوم کباب بیشتر دوست دارین. اصلا بحث کباب شیرینه، میبینی خیلی دوست داشتنیه. دقت کردین بعضی از رستوران ها کنار کباب سیب زمینی هم سرو میکنن؟ بعضی ها میگن نه اصلا جالب نیست، چه ربطی به هم دارن. بعضی ها میگن آره خیلی خوشمزه است، دوست داریم و اینا. من به شخصه حالا با اینکه جفتش رو دوست دارم، ولی حس میکنم که چون که کباب سنتیه، بعد سیب زمینی فست فوده، یکم بی ربطه، بد مزه نمیشه، خوب میشه طعمش، ولی ترجیح من اینه که نباشه. من اولین باری که دارم کنار کباب سیب زمینی میخورم. آبه که نمیشه همینجوری خورد. میخوام یه لیموناد دستساز درست کنم که ترکیب این چالش رو به هم نزنیم دیگه. چه لیمونادی؟ بچه اگه دست رو تهیهش رو میخوان حتما تو اینستاگرام بهم دایرکت بده. بعد جدا فکر نمیکردم که از رنگ زرد کباب دارد. اینجا یه عدد آید نشسته که کاملا از رنگی که در اومده خرسند و خوشحال و راضیه کنم دیگه، کاملا مشخصم باشه. دقت کردن هر رنگی در میاد من راضیم از اون رنگ؟ چرا واقعا؟ رنگا خیلی سعی میکنن که منو به چالش بکشونن، ولی انگار نمیتونن. بازم من یه سری چیز خوشمزه تو همون رنگا پیدا میکنم، خوشم میاد ازش و کلی اون روزو بهم خوش میگذره با اون غذایی که میخورم. این چی رو نشون میده؟ این از خوش اشتها بودن منه یا اینکه انتخابای خیلی درستی دارم تو غذا خوردن؟ نمیدونم. خیلی خوب دیگه پارت ناهارم تموم شده، حالا هم سیرم گشتم نمیشه، بریم تا وقتی که گرسنم شد دوباره برگردیم شام بخوریم. ذرت داریم از نوع بخار پزش، روشم که پنگودا ریختم، اینم که آب پرتقاله. یه جورایی شبیه ذرت مکزیکیه، ولی خب بدون ژامبون و ادویه. پنیرشم که فرق میکنه. بچه‌ها یه چیزی میخوام تعریف کنم، الان نمیدونم چند نفرتون اینجوری بودین یا هستین. خیلی خوبه. من چند سال پیش مثلا تو خیابونی رستوران جای غذا بخورم خیلی خجالت میکشیدم، مثلا معذب میشدم در حد چی، مخصوصا اگه کسی تو اون لحظه نگاهم میکرد. دیدیم وقتی داری غذا میخوری معذبی بیشتر گند میزنی، آدم استرس میگیره، غذا میریزه رو لباسش، میچسبه به سر و صورتش، اصلا یه وضعی بیشتر جلب توجه میشه. بعد از یه جای به بعد به خودم گفتم خب وقتی میتونی از غذات لذت ببری چرا انقدر تابلو بازی میکنی که آخرش هم نمیفهمی چی خوردی و چی شد. بعد دیگه سعی کردم کم کم اون حس از خودم دور کنم، راحت تر غذا بخورم. به همه غذا خوردن یه کار کاملا عادیه. بالاخره موفق شدم این عادتم رو ترک کنم. کلن چیز بدیه. خیلی خوشحالم که تونستم کنار بذارمش. واقعا شام خوشمزه‌ایه. امروز عصرونم نخوردم که قشنگ گرسنه‌ام بشه تا شام بتونم مولع بخورم. الان به هدفم رسیدم. خب آخرین وعده چالش امروزم تموم شد. من که طبق معمول راضی بودم، چون واقعا زرد خیلی رنگ خوشمزه‌ای بود. من که خوشم اومد. ایشالله که شما هم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوستش داشتین لایک کنید، نظر بدین، به کانالم سابسکرایب کنید و اون زنگول فسقلی نوتیفیکیشن رو بزنید. یادتون نره که دوستتون دارم. 10 تا حال دلتون خوب. خدا نگهدار.